منظوری جامعه ای که امروز مثلا سخن از آزادی و داد از آزادی و حرف آزادی میزنه چی هست؟ ام. آیا ما آزادی را که امام حسین میخواد همو هست یا تفاوت هست بله 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 نکته بله. خیلی خوبی است ببینید در دنیا امروز ما متاسفانه گوش فلک کر شده از شنیدن در واقع طلب آزادی روزنامه ده. ها مجلات تلویزیون ها فضای مجازی پر هست همه میخوان آزاد باشن بله این آزادی به چه قیمت و به چی معنا بله و نکته این است که میخوان از نظر جسمی و شهوانی آزاد باشن و این آزادی در واقع باید اینجا از اونا سوال کرد که این آزادی برای چی میخواید خب حالا فرض کنید که شما آزاد شدید اصلا فرض کنید آقا همه زندانی های عالم آزاد کنیم همه افراد بگیم آقا از امروز شما آزاد هستید میخواید چی کنید از این آزادی چه استفاده ای میخواید بکنید عنایت داشته باشید اگر اولا این از کنم که آزادی باید در چارچوب قانون باشه آزادی در غیر اه. چارچوب قانون میشه هر مرد میشه آنارشیستی و،, و, میشه در واقع قانون جنگل ما چون این چیزی در عالم انسانی نداریم انسان ها ذاتا آزاد خلق شدن اما برای این که انسانی زندگی بکنن برای این که به کرامت انسانی خودشون برسن و برای این که به او ارزش های متعالی روحی و اخلاقی برسن نکته این است که ببینید سوالی که ما از انسان سرگشته امروزی باید بپرسیم اینه که شما آزادید برای چی میخواید؟ برای اینکه به هواهای نفسانی برسید ببین قرآن میگه افرعی من اتخذ الههو هوا پیغمبر آیا ندیدی یا آیا دیدی کسانی را که خدای اونها هوای نفس اونهاست؟ یعنی میخوان آزاد باشن تا هرچی بیشتر مشغول خور و خواب و خشم و شهوت بشن به قول سعدی ما یک چون این آزادی رو آزادی انسانی نمیدونیم آزادی در واقع آزادی ارزشمند و اخلاقی هست که مار برساند به آزادگی یعنی ما رو به خودشکوفایی برسونه مار به مرحله برسونه که از مرحله خودخواهی و تنخواهی و شهوت خواهی و ارزای غضب در واقع رها بشیم و برسیم به او ارزش های متعالی دیگر خواه بشیم روحیه ایثار در ما ایجاد بشه این نکته اول نکته دوم ببینید ممکنه کسانی آزاد باشن اما از آزاده نباشن نباش. این که ما اینکه خیلی از آدم ها هستن اما از اون طرف ممکنه کسی آزاده باشد ولی آزاد نباشه ولی آزاد بلیش. نباشه مثل انسان های بزرگی که در طول عمر خود سالیان سال در زندان ها بودند شما امام موسای کاظم علیه السلام ببینید بسیاری از پیامبران آزادی جهان مثل مثلا نلسون ماندلا گاندی و دیگران که اینا انسانهای های آزاده ای بودند اگر جسم اونها در اسارت دیگران در زندان نبود خیلی کارهای بزرگ میکردن در جهت اهداف انسانی و رسیدن به م. کرامت انسانی اما وقتی که این آدم جسمش در زندان در واقع تاغوت های زمان هست روحش هم نمیتونه کاری بکنه بنابراین آزادی باید باشه آزادگی هم باید باشه و هر دو در خدمت کرامت انسانی باشه این نکته اول با. با و نکته دوم اینه که انسانی که همت بلند داره روح بزرگ و بزرگوار داره ممکنه برای رسیدن به او اهداف متعالی که داره ارز کردم خودشکوفایی فردی و اجتماعی با. و رسیدن به یک خداگاهی متعالی جسم خور و جسم یاران خور به تعب بندازه همونطور که متنبی گفت ببینید حافظ میگه ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد ممکنه هم. یک انسان آزاده از این که عمر طولانی همراه با ذلت داشته باشه صرف نظر بکنه عمر کوتاه و همراه با عزت بخواد این عزتی که تو مفاهیم دینی هست منظورش همین آزادگی است این نه. که حدیث داریم پیغمبر فرمود لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله را منظور همینه حالا میخوایم بگیم ببینید پیام دین اینجا این هست دین آمده به ما بگه که انسان آزاد است و در اسارت دیگران نیست انسان دارای یک سری حقوق طبیعی است حقوقی که خداوند به او داده نه کسی میتونه این حقوق از او بگیره و نه, میتونه نه. به او بده برای دادن این حقوق از جمله آزادی نمیتونه کسی بر کسی مننت بگذاره اما حرف این است که ما آزادی را برای رسیدن به آزادگی میخوایم و منظور ما از آزادگی تحقق کرامت انسانی است یعنی برچیده شدن فقر تبعیض و فساد برچیده شدن تبعیض در همه اشکال سیاسی اقتصادی اجتماعی و علمی و تقسیم عادلانه مواهب برای انسان‌های مستحق حالا میرسیم بله. به بحث امام حسین کوشش که اشاره بکنم این آزادی خواهی ثمر بخش‌تر از آزادی خواهی امام حسین شاید در دنیا نداره بله. یک بدون شاید به قد یقین نداره از طرفی هم همه آدم‌هایی را که در جامعه امروز یا در جامعه بشری آزادی خواهی آزادی خواه هستن و خلاصه دنبال آزادی و اینها هستن میگه آزادی خواهی ما بر اساس خب چهار قانون هست بله در دیگه هستم که میلاک و کجاست؟ کجا هست از کجا تشخیص بدم کی آدم میگه آزادی خواهی ما بر اساس قانون هست ولی ملاک معیار اصلی چی هست از کجا بدانم که این هم آزادی خواهی رو میکنه که امام حسین علیه السلام آرام رو در کجا هست ببینید در واقع نوک پیکان مسئله و وجه فارق مسئله این است که انسان آزاده آزادگی و قدرت و ثروت برای شخص خودش و منافع خودش و قوم و قبیلش نمیخواد اهداف او اهداف انسانی و جهانی است در واقع میخواد کرامت انسان از هر نژادی از هر قومی از هر مذهبی در هر جغرافیایی و دارای هر زبانی و هر خصوصیت نژادی این کرامت برای همه انسان ها میخواد ببینید قرآن میگه نه. ولقد کرم نا بنی آدم ما انسان را کرامت بهش دادیم این کرامت از نهای خدا داده شده کرامت نه. وقتی در جامعه محقق می شود که انسان ها دارای آزادی های معقول مشروعی باشند که اونها را به خودشکوفایی و خداگاهی و در واقع تحقق آرمان های انسانی برسونه نکته اینجاست انسانهای آزاده کسانی که به آزادگی رسیدن اینها از خودخواهی و خودمهوری و از خودکامگی رهیدن اینا به یک عظمتی به یک بلوغ فکری و روحی رسیدن که هدفشون خدمت به کل انسانیت است و جغرافیا مکان و زمان برای اونها معنا نداره ارز کردم ممکنه یک چون این اشخاصی از همه منافع شخصی خودشون بگذرن از از, منافعی که حق اونهاست میگذرن اهل ایثارن و قهرمان های اخلاقی ان انسان های قدیس از منافع شخصی میگذرن برای زدن به او اهداف ببینید سعدی چقدر زیبا این مسئله به تصویر کشیده میگه که به سرو گفت کسی میوه ای جواب داد که آزادگان توهید دستند ببینید درخت سرو درختی است که سر به آسمان میسایه به خاطر او روحی آزادیگی که داره برای رسیدن به زخارف پست دنیاوی خود خود در مقابل دیگران کوچک نمیکنه یا در جای دیگه سعدی چقدر زیبا میگه میگه که ای شکم خیره بنانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا این ای نشان از آزادگی است حالا برسیم به بحث امام حسین و قیام آشورا ده. استاد فرمودین که خب آزادگی یعنی همون کرامت انسان رو گرامی داشتن دیگه این چگونه گرامی بداریم کرامت انسان رو که بشه آزادیگی خب در لابلای صحبت های شما همی بود یه گفتیم که آزادگی یعنی چی گفتیم که همی یعنی کسی آزاد یعنی ببینید... و آزاده خواهیش مثل امام حسین است که انسانها ها را گرامی بدارد یا لقد کردم نابن آده ایره. چگونه گرامی بدارد؟ یعنی ببینید یک سیستم اجتماعی در جامعه محقق بشه یک حکومتی یک نظام اجتماعی و اخلاق محوری در جامعه محقق بشه که انسانها بر اساس شایستگی های ذاتی که در جامعه نه. کسب میکنن بر اساس تلاشی که دارن به او حقوق بایسته و شایسته خودشون برسن نه. در جامعه یعنی که... اگر به حقوق خود نرسه یعنی کرامتش زیر پا بله شده؟ کرامتش زیر پا گذاشته شده ببینید در جامعه ای که فقر وجود داره اینجا نه. دیگه آزادی و آزادگی نیست در جامعه ای که تبعیض وجود داره در جامعه ای که انسان ها به او شایستگی های خودشون به لحاظ رتبه اجتماعی نمیرسند در جامعه ای که نظام قبیله ای وجود داره در جامعه ای که انسان ها تقسیم میشن بر اساس نژاد زبان خون طایفه مذهب و جغرافیا در این جامعه آزادگی وجود نداره عدالت وجود نداره کرامت انسانی هم وجود نداره